دوستان عزیز، با تکبیر و سلام و درود به همه عزیزان فارسی زبانان، برنامه امروز را با یکی از بیانات هست بهاءالله شروع میکنیم، از کتاب آیات الهی صفحه 77 مربوط به 30 می که مطابق با 14 شهرالعظمت تقویم بدی. می‌فرمایند قوه و بنیه ایمان در اقطار عالم ضعیف شده، دریاغ اعظم لازم. سواد نحاس امم را اخذ نموده، اکسیر اعظم باید. یا حکیم، آیا اکلیل غلبه دارای آن قدرت بوده که اجزای مختلفه در شیء واحد را تبدیل نماید و به مقام ذهب ابریز رساند؟ اگرچه تبدیل آن صعب و مشکل به نظر آید، ولیکن تبدیل قوه ناسوتی به قوه ملکوتی ممکن. نزد این مظلوم آنچه این قوه را تبدیل نماید اکسیر اعظم. آنچه این قوه را تبدیل نماید اعظم از اکسیر است. این مقام و این قدرت مخصوص است به کلمت الله. می فرمایند که بنیان ضعیف شده، سواد ناس یعنی زنگ زدن افراد. به انگلیسی هم میگن I'm rusted, we are rusted, it's a bit rusted. و می فرمایند که اکسیر اعظم برای پاک کردن لازم هست. بعد می فرمایند قدرت کلمت الله میتونه این مس وجود افراد رو به طلا تبدیل کنه. قبل از اینکه برگردیم به لوح دنیا که فقط یک چهارم اون خونده شده، من باید عذرخواهی کنم از سر و صدایی که هفته قبل به خاطر ضرباتی که فقط یه مداد پاککن تای مداد تولید میکرد از یه میز شیشه‌ای که زیر کامپیوتر هست، و با اینکه پیغامی هم رسیده بود از جناب سوربی من متوجه نشدم و به این وسیله عذرخواهی میکنم. انشاءالله که همیشه اینجور سر صداها باشه، نه توپ و پفنگ و تیاره و گلوله و بمب و این حرفا. جناب سوربی امروز راجب کلمه صعود که ما به کار میبریم در مورد فوت افراد، در واقع حتی افراد عادی بهایی رو ما میگیم که صعود کردن، پرسیدن چه این به چه معنی هست این صعود، و توضیح داده شد که راضی بودند. و خب کلمه صعود یعنی از مراتب و مقام مادی که الان هستیم به مقام روحانی، از عالم ناسوت که الان زیارت شد در این لوح بیان هست بهاءالله مربوط به 30 می، به ملکوت، از ناسوت به ملکوت، از عالم مادی به عالم روحانی این بالاتر میریم، صعود میکنیم به هر حالتی که باشه. در بیانی هست منصوب است بالا که فرمودن حتی ناصرالدین شاه با این همه ظلمی که به احبا کرد حاضر نیست به این عالم برگرده، با این همه ظلمی که کرد، یعنی مقامش در واقع در اونجا یک مقام حالت تنبیهی داره، ولی در این حال حاضر نیست به این عالم برگرده. در هر حال صعود هست، در هر حال از شکم مادر این عالم بهتره. حتی اگر کسی فلج باشه باز حاضر نیست توی اتاق کوچولو باشه، چقدر دیگه چی خواسته به اندازه رحم مادر. در هر حال مراتب وجود همیشه در ترقی و صعود هستیم. حالا اگر به تعالیم عمل کنیم این صعود ما کامل هست، یعنی وجود ما آنچه که لازم داره برای بهره‌گیری از عالم بالاتر به دست آورده، همونجور که اینجا چشم و پا و گوش و
سایر اجزا احتیاج است تا از این عالم لذت ببریم و بتونیم فعالیت کنیم. در عالم بعد هم این صفات روحانی احتیاج هست که از طریق مظاهر الهی در هر عصری گفته میشه. مثلا آنچه که در عصر و محیطی که بودا یا برهما یا موسی یا مسیح یا محمد گفته شده، الان اون سبب ترقیات روحانی نمیشه و باید به بیانات هست با الله توجه کرد و اطاعت. به اینجا رسیدیم، فکر میکنم شاید هم تکرار باشه که میفرمایند یا حزب الله، شما را به ادب وصیت مینمایم. مقصود از حزب الله جامعه بهائیه، جند الله هم فرمودن، حزب عدل هم فرمودن، تمام این اسامی که سیاسیون تعمدن استفاده میکنن، البته در قرآن بوده یا اگر ترجمه بشه کتب آسمانی دیگه، این عناوینی هست که برای مؤمنین هست. میفرمایند یا حزب الله شما را به ادب وصیت مینمایم و اوست در مقام اول، در مقام اول سید اخلاق، توبه از برای نفسی که به نور ادب منور و به تراز راستی مزین گشت. دارای ادب دارای مقام بزرگ است، امید آنکه این مظلوم و کل به آن فائز و به آن متمسک و به آن متشبس و به آن ناظر باشیم. این است حکم محکم که از قلم اسم اعظم جاری و نازل گشته. امروز روز ظهور لاولی استقامت است از معدن انسانی. یا حزب العدل باید به مصابه نور روشن باشید و مانند نار سدره مشتعل. این نار محبت احزاب مختلف را در یک بساط جمع نماید و نار بغضا سبب و علت تفریق و جدال است. نسأل الله ان يحفظ عباده من شر اعدائه انه على كل شيء قدير. و این آخر جمله. چند مطلب قابل تعمق، همونجور که متوجه شدی اسوالا میفهمن، امید آنکه این مظلوم و کل خودشون رو اول میگن، مظهر امر الهی، قائم مقام خالق، موعود جمیع ادیان. وقتی که دارن به مردم میفهمن ادب رو رعایت کنیم، خودشون اول میگن، شرط ادب رو به جا میارن، نمیفهمن شماها بی ادبید ادبدار بشید. میفهمن امید آنکه این مظلوم و کل همیشه سرمشق بوده و هستن مظاهر امر. حتی در کلمات مکنونه هست بالا در آخرین فقره قسمت عربی میفهمن من آنچه که از برای خودم خواستم برای شما میخوام. قسمت دومی که قابل تعمق هست در اینجا، وقتی که میفرمایند و مانند نار سدره، سدره همون سدره سینا، همون درختی که با حضرت موسی صحبت کرد، اون آتش، اون سدره آتش محبته. میفهمن این نار، این نور محبت احزاب مختلف را در یک بساط جمع نماید. جای دیگه در کلمات مکنونه که مقرزین و بی انصاف هایی که پی بهانه میگردند، مثل اونی که عکس مار کشید و در مقابل نوشته مار گفت به مردم بی سواد کدوم مار هست، و میگن حضرت بهاءالله در لوح احمد فرمودند کن کشعلت نار لعدایی، این شعله نار، این نار محبت احزاب مختلفه را در یک بساط جمع نماید. و نار بغضا سبب و علت تفریق، ناری که توش بغض و عداوته باعث میشه پخش. حالا پس بنابراین خود آتش احساب، مثلا شما همون آتش رو در جوشکاری به کار میبریم برای که دوتا فلز رو به هم متصل کنیم، وقتی ارادی میکنیم وحدت ایجاد کنیم، تصمیمش پس با ماست هم میشه. محبت اون اشتعال سر جاشه، اون انجذاب سر جاشه، و میتونیم از همون آتش جوشکاری برای جدا کردن قطعات استفاده کنیم و نار بغضا سبب تفریق.
حالا در مورد اشیا، آره میشه باهاش خرابکاری کرد، با هر چیزی میشه درستکاری کرد. علم اتم کشف شد، خب مجبور نبودیم باهاش بمب اتم بسازیم، ولی ساختیم. کارد و چاقو اگه پدری یا مادری میخره میاره توی خونه، یا بچه بی ادبی بر میداره و سوء استفاده میکنه، خودش یا کسی دیگر رو مجروح میکنه، نه چاقو مسئوله، نه کارد مسئوله، یا چیه بدیه. حالا شاید پدر مادر که بچه رو تذکر ندادن یا جایی گذاشتن، ولی همیشه هم بچه نیست، میتونه یک فرد کامل بالغی باشه و سوء استفاده کنه و کسی رو مجروح کنه. پس فقط شخص و فرد هست که باید مسئولیت رو قبول کنه. پس بنابراین انسان میتونه هر وسیله ای رو سبب وحدت یا تفرقه کنه. در مورد مذهب هم همین رو فرمودن که مذهب الهی از برای اتحاد و اتفاق است، او را سبب نفاق و جدایی و تفرقه نکنید. مذهب وسیله است، هدف مذهب نیست. مذهب وسیله است، هدف امنیت، صلح، دوستی، ترقی، تفاهم و امثال هم است. بعد می فهمون که از خدا می خواهیم که بشه عباد خودش رو حفظ کنه از شر دشمنانش و به تحقیق که اوست با هر چیزی قادر. بعد می فهمون الحمدلله حق جل جلاله به مفتاح قلم اعلا ابواب افعده و قلوب را گشوده، قلب ها رو باز کرده از طریق کلید قلم اعلا. قلم اعلا یکی از القاب خود است بالاست و همینطور منظور نوشته هاشون هست. و هر آیه از آیات منزله بابیست مبین از برای ظهور اخلاق روحانیه و اعمال مقدسه. هر آیه‌ای که خونده میشه تو آثار بهایی مثل یک دروازه است، برای مثل یک دری است که اخلاق روحانیه و اعمال مقدسه رو در به روی انسان باز میکنه. یاد میگیریم، صحبتی از خون، کشتن، قطع انگشتان، قطع دست، چشم درآوردن نیست، چرا که دورش گذشته. تنبیهی بوده، احتیاجی بوده. عرب ها فقط 2 ماه در سال جنگ نداشتن. همین شاگردای یک کلاس رو یه جور نمیشه، معلم نمیتونه یه جور با همین شاگردای کلاسش طرف بشه و تنبیه یه شکل داشته باشه. یکی از یه جایی میاد، از یه خانواده میاد، از یک طبقه ای میاد که فرق داره با اون یکی. حالا این قوم عرب به یک نحو دیگه احتیاج داشتن که دستورات و تعالیم و تنبیه. همینطور هم حتی یهودی ها خیلی نزدیک به هم، ولی هست مسیح بیشتر به قسمت روحانی احکام توجه فرمودن. خب البته باعث نشد که فرمودن اگر کسی به شما این طرف سیلی زد اون طرف رو نگه دارید، باعث نشد که بمب ساخته نشه، جنگ های صلیبی نباشه. ولی در امر هست بهاءالله به وضوح فرمودن که به هیچ بهانه‌ای جنگ و جدال و قتل و قتال انجام نخواهد شد. فرمودن صلح عمومی، فرمودن وحدت بشر، فرمودن نفسی را بیگانه مخوانید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسا. بسته ما نیست، نمیتونیم. همه درها رو بستن، درهای فساد و نزاع و جدال و شعبه، ایجاد شعبات. حالا میرسیم البته به قسمت هایی که دشمنان امر تعمدن میخوان مثلا ازلی ها رو مرتب، حتی بین این دوستان که همین برنامه های آقای تلویزیون مردم، آقای سوربی هم باهاشون صحبت میشه، یکی از برنامه های جدیه
دشمنان عام همین هست که در اصلا ازلی ها وجودی ندارن. شما هیچ وقت نمیبینید یک کسی بیاد به آقای سوربی بگه بنده ازلی هستم میخوام یه برنامه بذارم، ولی مرتب یکیشون حالا اسم نمیارم باز از این آقایونی که راجع به با احبا راجع به امر صحبت کردن، مرتب وقتی تو صحبت هاشون میگن بله باید همه آزاد باشن، بهایی باید ازلی ازلی، یعنی اون امپراتوری فخیمه یه تفرقه بینداز حکومت کن که مأمور خودش رو جناب ادوارد براون فرستاد سراغ حضرت بهاءالله و خودش میگه نذاشتن من حرف بزنم و اصل بالا فرمودن میدونستن هدف این نماینده کیه از آقای ادوارد براون، فرمودن اگر جنگ ها تمام بشه، اگر فقر و بیچارگی از بین بره، آیا این چیز بدیه؟ و اینطور خواهد شد. فی امان الله، حتی بیان مبارک مفصل تره و فرموندن فی امان الله، بفرمایید برید. و حالا اینکه این حضرت فکر کرده بودن از بالا هم یک رئیس مذهبی مثل آخوندیه و شما میرید باش حرف میزنید، البته این در عکا اتفاق افتاد، یعنی از زمانی که ظهور شروع شد این حضرات طبق معمول یه گوشه وامیسن و اگر موفق شدن یه گروهی میرن ببینن چجور میتونه ازشون استفاده کنن، سو استفاده کنن. و چون هست با الله هدف و منظورشون الهی بود نه سیاسی و خداوند قادر و متعال بهشون مأموریت داده بود، مأموریت نمیخوان بگیرن برعکس اینایی که خودشون پخش، حالا میگم چرا و بر اساس چه، به قول معروف ریورس سایکولوژی. حالا این جناب ادوارد براون و این حضرات صبر کردن، فکر کردن خیلی خوب، حتی کمک کردن از زیر که احبا در مزیده باشن، مشکلات باشن، و طبق معمول میشینن میگن که خب کی هست نفری که با اینا مخالف، آیا تفرقه میشن؟ بله برادرشون ازل یا ازل با هم مشکلات دارن. آقا رفت و حتی کتابی که نقطه تو کاف معرفش هست و جواباش هست، جواب نقطه تو کاف هم وجود داره، نوشت از ایشون تعریف کرد و میخواستن که به جای است بالا ایشون رو پرورش بدن برای آینده، و چون بعد از مدتی فهمیدن این جناب اصلا وجودی نیست، برگشت و عذرخواهی کرد و تو آثار بهایی نوشته که سعی کرد ادوارد براون جبران مافات بکنه، چون هست عبدالبها ازش گله فهمودن که این چه بی انصافیه، این چه مطالبیه نوشتی، شما مرد انصاف بودید، مرد تحقیق. و بعد سب اینم نشد و بعد سب کردن که وقتی بعد در گفتن که در عکا حتما دیگه اثری از وجودشون نخواهد موند، از بین میرن، اونجا هم نشد. و چون این درخت الهی بود، شجره طیبه بود، ریشه هاش هر روز محکمتر می شد و شاخه هاش پربارتر، دشمنان دوست شدند و اون قضیه خشکسالی و بیگندمی که از عبدالبها کمک فرمودند، باز حضرات پیدا شدند و لقب سر رو دادند. می بینید تو اون عکس که از عبدالبها اصلا خوشحال نیستن، گرچه نشستن، یعنی ما میدونیم معنی نشستن چیه، اونی که واسطه کیه. و ما لوح هست با الله رو به ملکه داریم که نشون میده که رابطه و مقام خالق و مخلوق داره صحبت میکنه، گرچه تایید فرمودن دو تا از کارهای ملکه رو که بازم من قبلا اشاره کردم، یکی بردهداری که ملغا شده بود، یکی پادشاهی رو که با پارلمان و مشورت با هم ادغام کردن و فرمودن امید است که نمایندگان پارلمان انگلیس نمایندگان بشریت باشند، که این همون مطلب لیس الفخر لمن یحب الوطنه، این افتخاری نیست آدم وطنش رو دوست داشته باشه، افتخاری نیست بچهش باید دوست داشته باشه وطنه، تو وظیفته بچه رو دوست داشته باشه، شرکت بچه خودشو وظیفشه، ما رو عقرب و سوسکم دوست دارن، گرگم دوست دارن، بچه مردم رو اذیت نکردن، نکشتن، تجاوز نکردن، شکنجه نکردن، اون هست که در نزد خداوند سبب تقرب و افتخار هست. و همینطور می فهمم
همه عالم رو دوست داشتن به نمایندگان مجلس انگلیس میفرمود. حضرت عبدالوهاب به وزیر امور خارجه و سیاسیون آمریکا فرمودن سعی کنید این کاری رو که برای آمریکا کردید دولت فدرال در تمام دنیا پیاده کنید. یه راه حل هایی هست که مثل همین برق و اینترنت و تلفن برای همه بشریت. حالا وقتی مسائل سیاسی میشه از ما بهترون داریم، یه گروهی میتونن داشته باشن یه گروهی نمیتونن، و این از همون اول است با الله میفهمن که نه، برای تمام بشریت اینجا مخصوصا میفهمن. این ندا و این ذکر مخصوص مملکتی و یا مدینه ای نبوده و نیست، باید اهل عالم کرن به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسک نمایند تا به آزادی حقیقی فائز شوند. به برنامه هایی هست آقای محمد امینی که مصاحبه دارن با جناب حسین مهری، یکی از برنامه هاشون راجع به سید ضیاءالدین طباطبایی که چجور ایشون 25 سال از یزد بیرون بوده، وقتی که حضرات اصلا ایشون میگن که آدم انگلیسا بود، این جمله‌ای که ایشون استفاده میکنن، این آقا عضو مجلس نماینده یزد میشه، این آقا ماموریت داشته انجام تبلیغ اسلامی رو راه بندازه که ادامهش همون حجتیه هست و الان نیو حجتیه که جناب عرفان ثابتی برنامه داشتن توی افق و در افق چند تا برنامه داشتن راجع به این حضرات، و این برنامه که یکی از حضرات کی بود، جناب کاظمی موسوی یا موسوی کاری، که گفته که نه بهائیت به اون مهمی نیست که ما بیاییم حجتیه برای مقابله با بهائیت درست کنن، که البته آقای عرفان ثابتی با دلائل نامه جملات قشنگ نشون داد. و اینا همینه، همیشه در حال عوض کردن صورت مسئله هستن. الان هم که احادیث جدید، روایات جدید اختراع میشه در مورد صاحب الزمان، قرار سنگ شکل دیگه بشه که شاید هم چون هست عبدالله پیشبینی فرمودن که مسیحی و یهودی و مسلمان دست به دست هم میدن، همین حضرات سیاسیون، شاید هم این ملاقاتی اخیراً جناب پاپ هفته گذشته داشت در اسرائیل، یه عکس هست از یه امام و یک خاخام و ایشون دست گرد پشت گردن هم، شاید هم مشغول اختراعات اون تیپی هستن که اصلاً مسئله دیانت بهائی فراموش بشه. حالا چرا؟ به همون دلیلی که اون الان دیگه 1% معروف شده، 1%ی که میخوان اون 99% عالم رو کنترل کنن، وال استریت اکوپیشن، یعنی که تسخیر کرده بودن، یا اون به اصطلاح مرکز فعالیت های اقتصادی رو، مگه اونا چی میگن؟ اون دکتر اقتصادی که میخواد عوض کنه اوضاع اقتصادی دنیا رو، با لگد میزدن تو صورتش، کتک میخورد روی آسفالت های زمین، همشون همه پی‌اچ‌دی دارن، همه دکترا دارن، چی میگن؟ همونی که هست با الله اینجا 100 و خورده سال پیش فهمیدن که باید تعدیل معیشت بشه، باید یک حداقل حد اکثری برای ثروت وجود داشته بشه، باید این جنگ های خانمانسوز متوقف بشه، باید دقیقه چند میلیون دلار مصرف برای نزاع و جدال و جنگ متوقف بشه، باید تمام منابع عالم به تمام عالم متعلق باشه. خب اگه اون حضرات رو اونجوری متوقف میکنن، اینا خوندن، اینا میدونن، پس نقشه ها هست که باید جامعه بهایی رو از پیشرفتش جلوگیری کرد. حالا چون خودشون روشون نمیشه، از طریق آخوند، از طریق متعصبین، از طریق رؤسای مذهبی، نذارید بچه های بهایی مدرسه برن، دانشگاه برن، تحصیل کرده بشن، نذارید کار کنن، مرده ها رو هم از قبر بیارید بیرون،
ولی این شکلی نیست و نبوده و نخواهد بود کلمت الله و ترقیش و اصولا متوقف نشد، هرگز متوقف نشد. بعد از چندین هزار سال حضرت موسی، بعد از چندین هزار سال هنوز مسیح، مسیحی که نه سربازی داشت، نه لباسی، نه ارتشی، نه پولی. امام حسین، حضرت محمد، تمام این حضراتی که البته به خاطر آخونده همه فحاشی شروع شده نسبت بهشون، ولی حقیقت این است که موند و میفهمان حضرت عبدالله در یه لوی میفهمان این وادی لمیزرع عربستان که هیچی درش رشد نمیکرد، ببینید به خاطر کلمت الله تا اروپا اسلام گرفت. حالا میفهمان ببینید که امر حضرت بهاءالله چه خواهد کرد. و دقیقا اون مسیر سرگونی حضرت بهاءالله از تهران به بغداد، از بغداد استانبول، از استانبول به ادرنه، از ادرنه به عکا، که البته سفرهایی هم به سوریه، شام، اسکندریه، قاهره و در این مسیر داشتن، تمام مشکلات رو این حضرات سیاسیون دارن درست میکنن تو این مسیر. چرا که برای ما بهائیان وقتی میگیم ارض مقدس یعنی شامل تمام این سرزمین ها میشه. اینجا میفهمایم که مخصوص مملکت و مدینه نبوده و نیست. حالا یه چیز دیگه که این قسمتش به جامعه بهائی مربوط میشه و اون اینه که از طریق احتمالاً همون حجتیه هایی که خودشون میگن تو مستندها که در امر رخنه کردن، عضو محافل شدن، مهاجرت میرفتن، این حضرات الان در خارج از کشور وقتی که احبایی که از ایران میان، احبای جدی که میخوان احکام رو رعایت کنن، سبب دلسردیشون میشن، تشویق میکنن احبا رو به لاوبالی بودن در مورد احکام، یا میگن اینجا ایران نیست، تشویق میکنن به خیلی سخت نگیرن، اگه بستنی یا شکلاتی توش الکل هست خب بخورید، خیلی سخت نگیرید، که البته از اونجا شروع میشه و به جای دیگه ختم میشه، و میگن حالا وقتش نیست. یعنی شجره لا شرقیه و لا غربیه امر که میفهمان اینجا این امر مخصوص ذکر، مخصوص مملکت یا مدینه نبوده و نیست، یواش آهسته جن اینجا اروپا آمریکا هنوز زمان اونجا فلان، اینا خیلی خیلی خارج از موضوع و کار دشمنان امره. و میفهمان از عبدالبها که بدترین دشمنان امن داخل امن هستن. بنابراین راه چارش چیه؟ همون اخلاق طاهره طیبه راضیه مرضیه. این محک امتحان، این دلیل کافی و وافیه. حالا میخواد یا طرفی که شما رو لاوبالی میخواد بار بیار، حالا عضو محفل باشی، اصلا بی خود عضو محفل شده. بخاطر همین ما انتخابات داریم هر سال، که اگر راضی نیستیم از رفتار کسی، بدون غیبت کردن و بدون اسمشو آوردن متوجه باشیم. از ولی امرا میخوامان تمام سال رو احبا باید نگاه کنن و ببینن کی مناسبه و رای بدن، و هر سال این انتخابات تجدید میشه تا بهترین افراد، نفوس سلیمه مؤمنه فعال، مؤمن سلیم فعال، سلیم سالم، سالم فکری، سالم اخلاقی، سالم روحانی و جسمی، فقط جسمی آخرینش، و مؤمن باشن، شک و تردید نداشته باشن، مطمئن نیستم، حال چجوری پس شما اومدی عضو محفل شدی چیکار کردی، و فعال باشن، فعال بازم فکری و روحی و جسمی. البته میفهمان که عاشق نشسته بهز عاقل متحرک، یعنی ایمان و عشق به امر و بشریت شرط اوله. اون فرد با اینکه نشسته خدمت میکنه، میفهمان در جایی که مؤمنین در هر حال به خدمت مشغولند ولو در فراش مستریح باشند،
این نیست که میدوه از اینجا اونجا میره ماشین میبره، این معلوم نیست. ولی اونی که سالمه، روح سالمه، عاشق بشریت و خداست، اون همین هم که نشسته در حال خدمته، چرا که داره امواج و انرژی مثبت که ملائکه ناشرات هم در حال پخش کردن هستن پخش میکنه. ولی اونی که این حالتو نداره، عاقل متحرکه، معلوم نیست این عقلشو داره چه استفاده میکنه و چه مقاصدی داره که بقید میدوه اینجا و اونجا و تعالیم است با الله رو خیلی رو سخت نمیگیره، نه باید بگیره. بله میفهمان که ترن به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسک نبایند تا به آزادی حقیقی فائز شوند. کدوم از این دو نفر آزادتره؟ مثلا اونی که به سیگار و مشروب و مواد مخدر معتاد شده و اگه بهش نرسه وسط جلسه باشه، وسط خواب باشه، وسط هر شرایطی باشه، باید این برده اون چیزاست. یا اونی که اصلا این کار رو نمی کنه آزادتره، ساعتها میگذره براش مهم نیست. کدوم از این دو نفر آزادترن؟ اونی که تعصب داره علیه سیاهان یا غیر ایرانیان یا غیر نژاد آریایی یا مخالفت با عرب، یا اونی که همه بشریت رو فرزندان خدا میدونه، تو اون آزادتره که. پس میفهمان تا به آزادی حقیقی فائز. پس یا فکر میکنن آزادی یعنی هر کار دلم خواست بکنم؟ نه، آزادی یعنی آزادی، یعنی آلوده نشده این فرد، هر و بالش آلوده به گل نشده در موقع برداشتن یه دونه ای یا چیزی میخواسته و نمیتونه دیگه پرواز کنه. اون آزاد، آزاده، راحته، هیچی علیه هیچ کس نداره، هیچ عادت بد و ناپسندی هم اون رو محدود نمی کنه، همیشه مشغول خدمته، آب و غذایی هم اونم باز نوعی که خیلی خوبش باید باشه به خودش میرسونه. گیتی به انوار نیر ظهور منور، چه که در سنه 60 حضرت مبشر روح ماسوا و فدا به روح جدید بشارت داد، و در سنه 80 عالم به نور جدید و روح بدی فائز شد. سنه 70 سنه 80 تقریبا 9 تا 10 سال بین بشارت حضرت رب اعلی و ظهور حضرت بهاءالله که اون بشارت به روح جدید و از تو بها الله ظهورشون عالم به نور جدید و روح بدی فائز شد در باغ رضوان، که میخوان این روح جدیدی در اجساد تمام مخلوقات در عالم گل و گیاه گرفته تا حیوانات و بشر و حتی کلمات. حال اکثر اهل بلاد مستعدن، اینو که میفهمن 120 سال پیش، حال اکثر اهل بلاد مستعدند از برای اسقاء و کلمه اولیا. بلاد از عربی یعنی کشورها، کلمه اولیا که بس و حش کل و آن منوط و معلق است. این بیانه فهمان اصلا زن، اصلا تو قبری که هست این بشر، قبر جهالت، قبر خرافات، قبر دریوزگی و خستگی و بردگی و بندگی، میاد بیرون حش، بس و حش یعنی همون که رستاخیزی که منتظرش هستن، فکر میکنن جسمانی هست و مردم همه از قبر میان بیرون. نه، منظور بس و حشر روحانی هست. به این کلمات حشر کل به آن منوط و معلق است. در صحیفه همراه در سجن اکان نازل شد آنکه سبب سمو و عباد و امار بلاد است. کتاب اقدس برنامه اقلن 1000 سال ساختن عالم، عالمی که بشه بهشت برین، بفهمان تو این هست. حالا حضرات دو همون کلمه اولش رو، همون برنامه آقای عرفان صابی تو رو میدیدیم، اون جناب موسوی کاظمی یا کاظم موسوی، من اسمش زیاد خوب یادم نمیره، مخصوصا وقتی لازمش ندارم، اون جناب گفتن که اصلا احتیاجی نیست برای مقابله با دیانت بهایی. همون اول کتاب اقدس میگن که فرمودن که حالیشون بگو، میگن که مثل ما مثلا خیلی ناراحت میشیم، اصل با حالا رو در سیاه‌چال توی کثافت ها زندانی کردن، امر پیشرفت خودشی کرد با اینجور حرف زدن که امر پایین نمیری یا متوقف نمیشه، که فرمودن که شناخت من اگه نباشه
دیگه هیچ قبول نیست. در حالی که فهمودن شناخت مسیر امر و عمل. و میگفت این آقا که من اینو هیچ جا ندیدم. حالا یادش نیست که حضرت مسیح میفرماید هیچ کس به پدر واصل نمیشه مگر از طریق من. این از اون تازه هست مسیح راجع به عمل و عوامل چیزی نگفتن. از بالا میفهمم اون کافی نیست. کافی نیست شما بگید من بهایم. باید اعمال و ایمان با هم باشه. اعمال هم لازمه. هیچ کدوم بدون اون یکی قبول نمیشه. بهایی را به صفت شناسن، نه به اسم. به خوف میبرن، نه به جسم. این فلسفه بوده از همون اول شروع امر، از شروع کتاب عباس. و حال اینجا میفهمان که آنچه که سبب آبادی عالم هست در این کتاب هست. از جمله این بیانات آن از قلم مالک امکان نازل اوس اعظم که اداره خلق به آن مربوط و منوط، آنکه اول باید وزرای بیت عدل صلح اکبر را اجرا نماید تا عالم از مصاریف باهظه فارغ و آزاد شود. که الان دیگه آمار نشون داره میده دقیقه چند میلیون دلار خرج و جز بودجه های نظامیه و از بودجه های آموزش و پرورش و ساختمان و بیمارستان و بهداشت همه زده میشه و به بودجه های نظامی اضافه میشه. مفهمان وزرای بیت العدل سل اکبر را اجرا نمایند تا عالم از مصاریف باهظه فارغ و آزاد شود. این فقره لازم و واجب از نون شب واجب در چه که محاربه و مجادله اس زحمت و مشقت است. این جنگ و جدال اس اصف شالوده تمام بدبختی ها، شالوده این عدم پیشرفت، شالوده این. حالا شاید بگید خب اونایی که پولا رو جمع میکنن مثل سرطان اون چی؟ اونم خب این طریقشه. اگه این طریقش نبود، اگه جنگ ها نبود، خب میرفتن میگفتن 700 میلیون آفریقایی بهتره وضع مالشون خوب باشه که بتونن 700 میلیون جفت کفش نیکی یا آدیداس بخرن، 700 میلیون تلویزیون، یخچال، رادیو، اینجوری وضع اقتصادی خوب بشه. مجبور بودن. اگه جنگو بذارید کنار، اونایی هم که فقط فکر و ذکرشون در آمده راههایی رو پیدا میکردن که تمام بشریت لازم بشه لباس بخره، غذا بخوره و از این حرف. ولی الان راه آسونش اینه، تمام پولا رو مثل خوناشام ها میمکید مثل یک، و تازه برای خودشونم در همون الیت سکول، مدارس مخصوصشون که همیشه میگن که رهبران آینده و لیدرها در اینجا تربیت میشن، اینجوری تربیت میشن، میگن آقا 99% برده و بدبخت هست و 1% باید بمه که خونه اینا رو، اینجوری تربیت میشه. و بعد به همه میگن که رشد اقتصادی، رشد اقتصادی، رشد اقتصادی باید اینجوری باشه که هیچ کی فقیر، مثلا امسال یا این ماه فقر کمتره، بی خانمان کمتره، تو خیابون گدا کمتره، بیکار کمتره. نه، رشد اقتصادی رو یه جوریش کردن. حالا یه مثال اینجوری، مثلا بگن یه قوطی درست کنن، بچه ها رو هر ماه وزن کنن به آدم ها رو و نگاه کنن ببینن آره یک کیلو وزنش اضافه شده. حالا نگین ای بابا این سرطان شاید باشه. براش که اقتصاد هم همینه، 70 میلیارد دلار تو حساب یه نفره، 50 میلیارد دلار تو حساب یه نفر دیگه است. اینا قدرت سرطانیه، قدرت سرطان. یعنی اگه این 70 میلیارد دلار بین همه بشر، همه عالم، همشو جمع کنید، حالا نه فقط یه نفرشون، تقسیم بشه در کشاورزی، در بهداشت، در آموزش و پرورش، در جاده سازی، در خانه سازی، در تحصیلات عالیه، موسیقی، در آره اون رشد کرد. اینجوری باید محاسبه بشه. یه دکتر خوب نگاه میکنه میبینه بچه این آره ناخونش لکه نداره، کلسیم خوب، چشمش نگاه میکنه، زبون نگاه میکنه، نمیگه بچه رو وزن کنید فقط. حالا شاید دیدید بعضی بیماری ها یه قسمت در این هم شده درس اقتصادیشون و دکترهای اقتصادشون اینجوری محاسبه میکنن رشد اقتصادی رو. و حالا اینجا میفهمان که از این
مصاریف باوزه فارغ و آزاد شوند. این فقره لازم و واجب چه که محاربه و مجادله است زحمت و مشقت است. دوم، باید لغات منحصر به لغت واحد گردد و در مدارس عالم به آن تعلیم دهند. البته الان تقریبا داری کمتر و کمتر میشه. در خود آفریقا مثلا 25 سال اونجا به من فرقشو دیدم به این 25 سال از سالهای اولی که رسید، تعداد آدمایی که دوست دارن زبانهای محلی رو یاد بگیرن کمتر و کمتر میشه. زبان ملی فرانسوی یا انگلیسی یا پرتغالی، برای که هر 20 کیلومتر یه زبان یا یه لهجه یا یه چیز وجود داره و این داره کمتر و کمتر میشه. بعد ولی هست بالا فرمودن که بعد از بلوغ بشر میشینه، خودشون فرمودن چه جوری، وزرایی یا رؤسایی یا متخصصین یک زبان از بین زبان‌های موجود یا زبان جدید اختراع بشه. بعد اینجا سوم رو فرمان، باید به اسبابی که سبب الفت و محبت و اتحاد است تشبث شویم. این سومه. دوم زبان، سوم اسبابی که سبب الفت و محبت و اتحاد است تشبث شویم. نفهمیدن چی؟ نفهمید. نه تنها جنگ و جدال تعطیل باید بشه، باید اصلا یک وزارت خونه تأسیس بشه که کارش این باشه که چه کار کنیم که الفت و محبت و اتحاد زیاد بشه تو جامعه. این خدا، یعنی خدایی که خلق کرده، اینو میخواد. حالا سیاسیون به اسم خدا چی میخوان اونا رو دیگه داریم میبینیم. چهارم، جمیع رجال و نساء آنچرا که از اقتراح و زراعت و امور دیگر تحصیل نمایند جزی از آن را برای تربیت و تعلیم اطفال نزد امینی ودیعه گذارند و به اطلاع امنای بیت عد صرف تربیت ایشان شود. این قسمت برای که تربیت بهایی اولاد، تربیت اولاد صبر نباید کرد که دنیا جنگ ها تمام بشه و این پول های عصبت که اسلحه و امثال هم صرف، نه، اینجا می فهمن به هر حال پدر و مادرها باید یه قسمت از درآمدشون رو بزنن کنار برای تحصیل فرزندشون و این دستور واجبه. و میدونیدم که از بهاولا از عبدالبا تربیت دختر رو از پسر واجبتر دونستن. پسر میتونه البته همین که به سواد خوندن و نوشتن رسید یک تخصصی، یک شغلی، حالا نجاری دوست داره، پزشکی دوست داره، پرستاری دوست داره، باید دید. ولی اگر یه دختر و یه پسر هست، اولویت با دختر، پسرم البته باید دید که اینجا که میفهمن اقتراف یعنی تجارت و زراعت و امور دیگر تحصیل نمایند درآمدشون یه جزیشو برای تعلیم و تربیت که بیت عدل، اینجا نمیفهمن بیت عدل خصوصی، بلکه ما بیت عدل محلی داریم، بیت عدل ملی داریم، بیت عدل بین المللی و در حال حاضر فقط بین المللی رو ما اسمی به طول محلی و ملی رو میگیم محافل روحانی، ولی است بهاولا در کتاب اقدس همه رو به طول اخوی. پنجم، توجه لازم و واجب است. پنجم، توجه کامل است در امر زراعت. توجه کامل است در امر زراعت. بعد فهمان این فقره اگر چه در پنجم ذکر شد ولیکن فی الحقیقه دارای مقام اول است، چرا که بدون زراعت غذایی در کار نیست. توجه کامل است در امر زراعت، دیگه این توضیح، اگر چه در پنجم ذکر شد و فی الحقیقه مقام اول است. در ممالک خارجه، البته همیشه استبالا به فکر ایران اول هستن، در ممالک خارجه این فقره بسیار ترقی نموده و اما در ایران الهیم امرش معوق است. الان هم خیلی بدتر شده. امید آن که پادشاه عید الله توجهی به این امر عظیم خطیر فرماید، باری با آن چه در صحیفه همراه از قلم اعلی نازل اگر تمسک نمایند از قوانین عالم خود را فارغ مشاهده کنند. اینا رو کی فرمودن؟ 150 سال. تا به امروز روشن فکران ایرانی وقتی راجع به آینده و قانون اساسی میگن باید از قانون اساسی سوئیس و سوئد و فلان، هیچ کس نمیخواد بره ببینه هموطن اینها هست بهاءالله
حالا خدا هم اعتقاد ندارید، خب مارکس رو خوندید، عقاید مارکس رو بذارید، عقاید بهاءالله رو بذارید، اتفاقا تولدشون تو یه سال هر دو 1817. ببینید آقای کارل مارکس بیشتر تمام جوان به بشریت و آینده رو در نظر گرفته یا بهاءالله؟ ببینید اینجا الان چقدر وقت هست؟ فقط 13 دقیقه. در انجیل وقتی که راجع به ملکوت بر ملکوت الهی بر زمین ما میگیم، همون دیانت بهائی، تمام وعده هایی که در تمام ادیان هست مقصود دیانت بهائی، یه مثال میزنه اصل مسیح 3-4 تا مثال داره راجع به ملکوت. من شاید بدونم فقط یکیشو امشب بگم. میگه که مثل باغبانی که نهالشو میکاره، این ملکوت الهی وقتی نهالشو میکاره، نهال کاشته میشه، این ملکوت رو تشبیه به نهال کردن دیانت بهائی، نهال علفهای هرز دور این به تبع یعنی آبی که داده میشه، خب یه علفهای هرزی هم رو میرویه، رشد میکنه، از وقتا بلند میگه، ولی باغبون نمیتونه این علفها رو آتیش بزنه تا وقتی که نهال قوی شده و بعد میبره و همه رو میرزه تو آتیش. ببینید وقتی که این وحی الهی میرسه، مستعدترین فرد رو که خداوند سالها و سالها از نسل به نسل پشت به پشت داره آماده میکنه، میشه سید علی محمد، سید علی محمد باب یا مرزا حسین علی نوری، یعنی هست بالا، که تمام این الهام ها و وحی از الهام بالاتره، چون رابطه مستقیمه میگیره این دستورات رو که اون نهال اصلی میشه، خب این یه کمیشم میخوره به گوش آقای کارل مارکس، ولی چون ایشون بیشتر تو مسائل اقتصادی بوده فقط این قسمت، یه خوردهش میخوره به آقای فروید. اصلا تمام این تئوریسین ها و دانشمندای اون زمان بین 1844، در واقع یک کمی بریم عقبتر، بین 1817 که شیخ احمد تولد دست بالا بوده یا شیخ احمد احسای سید کاظم رشتی، این تحولات شروع شده بوده، از اون موقع شروع تمام اختراعات و اکتشافات در همین حدودات، در همین سال. حالا میفهمون که اگر تمسک نمایند از قوانین عالم خود را فارغ مشاهده کنند، نکردند، نمی کنن. بیش از 1000 لوح وجود داره از هست بالا، هست عبدالبها، طغیات هست ولی امرالله، راجع به خطراتی که علمای سوء دارن برای بشریت. هیچ کی نخونده. چند وقت پیش رو فیسبوک می دیدم یه نفر از آخرین نخست وزیر نوشته بود که گفته که اینا اومدن تا ایران رو ویران کنن. ببینید ایشون کی گفت؟ ساعت چند گفت؟ وقتی جناب توی پلکان هواپیما داشت میاد، اصلا بالا 150 سال 170 سال قبلش فرمودن چه خطراتی این حضرات دارن. هیچ کی نخون. دوستای من داشتم، هم کلاسی داشتم، آه چرا شما فلان من بابا اینجوری میفرما راجب اینا، راجب این حضرات، راجب علما، راجب اصلا اسلام برای 1000 سال بوده. سوره سجده آیه 4، لکل امت اجل، سوره یونس آیات 46, 47, 48 بخونید. هر امتی یه زمانی داره، زمان اسلام 260 امام 11 هم رفت از این عالم، 1000 سال بعد 1260 هست اعلی. اما هیچ اعتقادی نداریم به بچه تولد شد غائب شد، وقتی خارج میشد گفت یا علی، وقتی اینا همش خرافاته. اصل اینه که تمام ادیان عالم منتظر ظهوری هستند در وقتی که بشر به بلوغ میرسه برای وحدت عالم انسانی. 1000 سال اسلام دورش بود، مسیحیت منتظر بازگشت مسیح بیشتر از این تو. حالا سیاسیون اومدن میخوان ببینن چجوری این سارو همه رو قاطی کنن، یه نفرم حتما علم کنن و بیارن و خب هر روزی هم که به تعویق بندازن این نجات بشر رو، راحت‌تر براشون یه سری آدم ها رو از بین میبرن،
به جای که فقر رو از بین برن، فقرا رو از بین میبرن، روز چند میلیارد دلار هم میچاپن، چپاول میکنن کشورهای غنی رو، حالا یه مدتی هم مشغول باشن که ببینن این آقا اون موعود بود یا نه، حالا تو طول میکشه تا بفهمن. فعلا یه تئاتری هم اینجوری راه میندازیم که صورت مسئله اصولا به طور کلی عوض بشه. بله اینجا میفهمن که از قوانین عالم خود را فارغ مشاهده کنن، مکرر بعضی از اذکار از قلم اعلی جاری، که شاید مشارق قدرت و مطالع عزت الهی وقتی از اوقات معید شوند بر اجرای آن. مکرر بفهمن بعضی مسائل مهم مکرر گفته میشه، اینجا گفته میشه، توی لوح دیگه گفته میشه، اشراقات گفته میشه، در تجلیات گفته میشه، در لوح دنیا گفته شده. شاید اینا توجه کنن و بشر رو از این بیچارگی نجات بدن. بعد اجرای آن اگر طالب یافت شود، آنچه از اراده مطلقه نافذ ظاهر گشته لوجه الله اظهار میشود. ولیکن عین طالب و عین سائل و عین العادل و عین المنصف، عین یعنی کجاست؟ کجاست کسی که بخواد؟ طالب، آره طالبان هست که میخواد زنا رو نابود کنه و بشریت هزار سال عقب ببره، این طالبشونه. عین سکوت پر، اصلا کسی نمیپرسه. کشوری که اصلا تمامی آثار زبان فارسی نوشته شده، یارو 800 صفحه مارکس خونده، 500 دست نمیبره بخونه. خیلی خوب، پس وقتی که تا خرخره در منجلاب فرو میرن حضرات، گناهش به گردن کسی نیست. چرا که با الله قبول کردن 40 سال ذلت رو، جا که وزیرزاده بودن برن، قبول کردن هست عبدالبها، قبول کردن تمام احبایی که مهاجرت میرن، احبایی که شهید شدن، احبایی که بیدار بشه، من بکر عوض بشه. نه، بغض خیلی شدید هست، تبلیغات علیه جامعه بهائی خیلی شدید هست، به همه شکلش، به همه فرمش. و الان دیگه مسئله آخوند و ایرانی نیست، مسئله اون 1% هست که احساس خطر میکنه از تعالیم دیانت بهائی. یک گروه 6 میلیونی سازمان یافته، نه 7-8 نفر تو وال استریت اکوپیشن پروژکت نیستن، یه چند نفری بر 6 میلیون نفر در تمام عالم، از دهکوره های کشورهای آسیایی، آمریکای جنوبی، آفریقایی، این تعالیم رو بی سوادن و این تعالیم رو میدونن، میدونن که جنگ چقدر خرجشه، میدونن که کشاورزی از همه چیز مهمتره، میدونن تربیت دختر از پسر مهمتره، عضو محافل روحانی میشن و با مشورت، و میبینن که دیانت بهائی رهبر فردی درش وجود نداره. حتی زمانی که ولی امر بهائی بود که بعدش چون جانشین نداشت تعطیل شد، حق دخالت در قانون گذاری بیت العدل رو نداشت. قانون گذاری رو باید با مشورت 9 عضو، 1 نفر، امکان نداره. پس امکان نداره بشه از اونایی که میگن بهائیان اگه قدرت به دست بگیرن، از کدوم مطلب میشه سوء استفاده کرد؟ از کدوم بیان میشه سوء استفاده کرد؟ رهبری فردی وجود نداره. محافل روحانی هر جا و دهی که بیش از 9 فرد بیشتر 21 سال، زن و مرد، یه محفل روحانی. محافل ملی، نماینده های محافل روحانی، انتخاب محافل ملی. محافل ملی هر 5 سال انتخاب بیت العدل. بیت العدل میتونه این قوانین رو، این پیشنهاد از سالی هم را بوده، عوض کنیم. میتونه 5 سال بیشتر باشه، کمتر باشه، از بالا فهموندن 9 یا بیشتر. میتونه اعضای بیت العدل از 9 تا بیشتر باشه. همه اینا رو میذارن کنار، میگن چرا خانوما عضو بیت العدل نمیشن؟ همه مشکلات خانوما که حل شده مهم نیست، تمام مشکلات بشریت که با مشورت و انجمن، اصلا این تقلید میکنن تعمدن، خانه های انصافی رو که تعمدن تو انقلاب سفید گذاشتن، همون معنی فارسی یا معنی نصف فارسی نصف عربی بیت العدل هست، بیوت عدل خصوصی هست، که اگه خراب شد، که اگه از یه طرف بگن شاه با یه دشمن تراشی کنه، با 1 تیر 10 تا نشون میخوان بزنن،
ولی امر مثل عبدالبها میفهمان فرق داره با گذشته که به شعب و مذاهب و این شعابات تقسیم شد. دیانت بهایی یکی خواهد موند، عهد و میثاق حفظ میکنه این جامعه و دیانت بهایی رو. نقشه هایی رو که دشمنان هم دارن، بیت مبارک شیراز رو خراب کنن، از ایمان عیباک هم نشد، بلکه ما نه خاک پرستیم، نه دیوار پرستیم، نه سیمان پرستیم. بیت مبارک هست بهاءالله رو خراب کردن، الان هم شاید میخوان نقشه بکشن که در حیفا کارایی بکنن. اینا ایمان رو خراب نمیکنه. دوباره خواهیم ساخت. معبد اورشلیم بارها ساخته شد، خراب شد، ساخته شد. امام حسین رو میفهمن قبل بعد از اینکه شهید کردن تا 300 سال نمیذاشتن کسی حتی بره اونجای خاکش رو زیارت کنه، ولی بالاخره اونی شد که میبینیم. و دیانت بهایی، وحدت عالم انسانی، از بین رفتن جنگ و فقر و نزاع و جدال حتمی هست. میفهمن ظالمان عالم میتونن به تأخیر بندازن، چرا که به اوهام متشبث هستن، ولی نمیتونن متوقف کنن مشیت الهی رو و خواست الهی رو. بازم نتونستیم زیاد بریم جلو، ولی خب فرقی نمی کنه، به هر حال مطالب امری هست همش. بله، اینجا میفهمن که تا اینجا خوندیم. و انشاءالله هفته آینده از عین منصف و کجا هست آدم با انصاف، کجا هست کسی که بخواد، کجا هست کسی که عدالت داشته باشه. حال هر یوم نار ظلمی مشتعل و سیف اعتصافی مسلول. سبحان الله، بزرگان ایران و نجبای عظام به اخلاق سبایی فخر می نمایند. فهمون بزرگان ایران که الان این حضرات اصلا افتخار می کنید که مثل حیوان رفتار می کنید، افتخار میکنن که میکشین، افتخار میکنه که خمینی از علی 700 نفر. تازه اون داستان داره، مسئله به این شکل نیست، این تیپی نبوده، خیلی مفصل و پیچیده تر از این حرف هاست. گذشته دورش هست، بالا گذشته دورش تمام شد. همان به اخلاق سبایی حیوانی فخر مینمایند. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص. انشاءالله باز خدمت میرسیم و زیارت میکنیم بیانات هست بهاءالله. در امان الهی باشیم.